ششمین روز فروردین ماه برابر با 26 مارس، زاد روز زرتشت. ششم فروردین زاد روز زرتشت تنها پیامبری که از میان آریایی ها برخاست و کردار نیک، پندار نیک و گفتار نیک را ترویج نمود و هیچگاه مدعی نشد که از جانب خدا مأمور هدایت بشر شده است. وی همواره خود را آموزگار خوبی ها و برحذر دارنده بشر از گرویدن به بدی ها می نامید و معتقد بود گریز از بدی ها و پلیدی در بشر ایجاد احساس شادی و نیکبختی می کند و این احساس تا ابدیت در او باقی می ماند. روز ملی بنگلادش. کشور بنگلادش در جنوب شرقی آسیا و سواحل شمالی خلیج بنگال و در همسایگی هند و میانمار با جمعیتی در حدود 129 میلیون نفر، اغلب دارای ملیت بنگالی، پیرو آیین اسلام با سه زبان رسمی بنگالی، اردو و انگلیسی که پایتختش شهر داکا و واحد پولش تاکا می باشد و نظام سیاسی این کشور جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانونگذاری است. سال 1168 خورشیدی برابر با 1790 میلادی، دستگاه قانونگذاری ایالات متحده آمریکا نخستین قانون تابعیت مهاجران را تصویب کرد و طبق آن کسانی می توانستند از این قانون استفاده کنند و تبعی آن کشور بشوند که 2 سال تمام در آمریکا زندگی کرده باشند. سال 1205 خورشیدی برابر با 1827 میلادی، در گذشت لودویگ فان بتهوون، آهنگساز و موسیقیدان آلمانی که هرچند از ضعف شنوایی رنج می برد اما در تاریخ موسیقی به نام پادشاه سمفونی شهرت پیدا کرد. سال 1289 خورشیدی برابر با 1911 میلادی، زادروز تنسی ویلیامز، نمایشنامه نویس و شاعر آمریکایی که در شمار پرکارترین و برجسته‌ترین نمایشنامه نویسان آمریکا قرار دارد که با واقع‌بینی زندگی مردم محروم و پرعطوفت را وصف می‌کند و از زبان قهرمانانش سخنانی قوی و صریح و گاه شاعرانه بیان می کند. سال 1321 خورشیدی برابر با 1943 میلادی، در جریان جنگ جهانی دوم، رابطه دولت ایران با امپراتوری ژاپن با فشار متفقین کاملا قطع شد. سال 1330 خورشیدی برابر با 1952 میلادی، آغاز قیام مردم کنیا بر ضد انگلیس. سال 1315 خورشیدی برابر با 1937 میلادی، در گذشت پیر دو فردی بارون کوبرتون، بنیانگذار و مؤسس دوره جدید بازی‌های المپیک. سال 1351 خورشیدی برابر با 1973 میلادی، لایحه تأسیس شرکت مستقل مخابرات ایران به تصویب رسید و صورت قانونی یافت.